در تاریخ ایران کمتر دولت مردی می یافت که در خوشنامی به پای امیرکبیر برسد. میرزا محمد تقی فراهانی کی بود و از او چه بر جای ماند؟ سلام صدر اعظمی که سرپرستی آموزش محمد تقی را به عهده گرفت نوشت این پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار میگذارد باش تا صبح دولتش بدمد زمان چندانی نگذشت که دولت میرزا محمد تقی دمید نامش بزرگ شد و هیته قدرتش وسیع اما عمر دولت امیر کبیر کوتاه بود و حیات او ناگهان سرآمد به رغم این احوال کوتاه امیر چنان مهری بر تاریخ ایران زده و به چنان اسطوری تبدیل شده که پرسش در مورد چند و چون دولت مداریش را دشوار می کند. رابطه امیر با ناصرالدین شاه قاجار چگونه بود؟ او در نامه به شاه می نویسد با این تفر رفتنها و امروز و فردا کردنها و به این هرزگی نمی توان سلطنت کرد. نامه ای که نشانه روابط پرتنش صدر و شاه است. آیا میشد با درایت بیشتر بیش از سه سال صدارت کرد و منشأ اثرات عمیق تر شد؟ آیا میشد از سرکوب و کشتار بابیان حذر کرد؟ آیا ایجاد نهادی چون دارالفنون را ممکن بود با تحول در آموزش عمومی تأثیر گذارتر کرد؟ پاسخ به این پرسش ها گرچه دشوار است اما می تواند ما را در فهم نوع حکومتداری امیر کبیر و اهدافی که داشت یاری دهد. در پرگار این هفته محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران از کارنامه‌ای که باعث ماندگاری امیر کبیر در اذهان ایرانی ها شده میگوید ایرج اشراقی نویسنده کتابی دو جلدی در مورد آزار دگر اندیشان در تاریخ ایران از سرکوب جنبش بابی توسط امیرکبیر کبیر میگوید و سعید پیوندی جامعه شناس از فلسفه که پشتوانه اقدامات امیر کبیر در حوزی آموزش بود میگوید خیلی خوش آمدید آقای امینی از شما شروع کنیم به ترتیب میشه گفت چه چیزهایی باعث ماندگاری امیر کبیر شده؟ نامآور شدنش بیش از هر چیز فساد ناپذیری است ما باید گفت که خیلی بیشتر از اینها آثار ماندگار در تاریخ ایران داشته توجه کنید در چه زمانی به قدرت رسید بخش بزرگی از خاک ایران در دو جنگ با روس ها از بین رفته خزانه دولت در دوره پادشاهی محمد شاه و میرزا آقاسی خالی شده و هنگامی که ناصرالدین الدین میرزا خورد سال میخواد به پادشاهی برسد رقبای زیادی برای پادشاهی وجود داره و تقریبا خراسان در حال استقلال از ایران هست و دولت مرکزی ناتوان مهمترین کار امیر ایجاد امنیت داخلی است و این کار رو با درایت در همون ماهای نخست انجام میده و با قاطعیت اما کار ماندگار او که کمتر در بارش صحبت می شود اصلاح امور مالی در ایران هست نخستین کسی است که کوشش می کند در رفت و در آمد دولت رو با هم نزدیک کنه حتی حقوق برای کارکنان دولتی تعیین کنه حتی برای پادشاه برای ناصرالدین دین شاه دو هزار تومان در ماه تعیین کرده به مقرری شاه رو بله. کم میکنه مقرری خیلی ها رو کم میکنه حقوق همسران شاهزادگان رو از اونها میگیره و حقوق بعضی برخی اصلا کاهش میده و این دشمنی زیادی ایجاد میکنه خیلی ها رو مانند سپهر یکی از تاریخ نویسان معروف اون دوری که حقوقش قطع میشه شود خب دشمنی کینه بسیار زیادی از امیرکبی پیدا میکنه افسون بر این مالیات هایی که دریافت نشده بوده رو دستور جمع آوری اونها رو میده کاهش هزینه ها افسایش درامت هایی که از مهمترین کارهای امیرکبی برای سر سامان دادن به امور مالی است اما کار ماندگار او که در تمام دوران تاریخ قاجار در تمام دوران ناصرالدین شاه در این زمینه باقی میمانه این است که یک ساختار مرکزی مستوفیگری در ایران به وجود می آورد و مستوفی رو یا گیرنده مالیات رو از حکران ولایت جدا می کنه در راستای آموزش دارالفنون رو همه می شناسن. کاری که در زمینه دارالفنون کرد و فرمان را از ناصر گرفت به راستی اولین مدرسه مدرن ایران را ایجاد کرد اما دو کار دیگر امیر کبی کمتر شناخته شده است ایجاد یک شورایی از مترجمان برای برگرداندن آثار فرنگی به فارسی آثار خارجی به فارسی شورای بسیار مهم است این میرزا ملکم خان و برادرش از اعضای شورا هستند و شورای شاخص مشروطی هست. بله. 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 همچنین در زمینه ایجاد روزنامه رسمی دولتی وقایع اتفاقیه که کار امیر کبیر هست نظارت بر اون داشته اما همین استعاد او در زمینه مالی شاید مهمترین زمینه دشمن تراشی و پشت شدن امیر کبیر است بله به اینجا خواهیم بله. بسید آی اشراقی شما معتقد استید که کارنامه امیر کبیر درخشان بخشیش به دلایلی که آقای امینی گفتند ولی در این حال معتقد استید که در سیاستش مربوط به دگراندیشان دینی و عقیدتی درایت به خرج نداد منظورتون چیه؟ آیا در اون شرایط کار دیگه میتونست بکنه امیر کبیر؟ در این که آیا که کار دیگری میتونست بکنه یا نه صحبت بکنیم الان یا صحبت خواهیم کرد امیر کبیر در اون زمان هم طوری که آقای امینی گفتم من کاملا موافقم با نظریات ایشون که کاملا درسته خدمات زیادی کرد در ایران دوچار دو, دو پایه استبداد وحشتناکی از قدیم الایام بوده است به دوره ناصردین شاه به دوره قاجار مربوط نیست دوچار استبداد سیاسی و مذهبی هر دو با هم بوده است امیر کبیر با هر دو استبداد به یک فرمی در میافته. با هر دو استبداد را نمیخواد ولی نسبت به جنبش بابیه امیر کبیرون درایت را به خرج نمیدید. اومای ناطقم، اقدامات کاری که کرده تحقیقی نشون داده است که امیر به این ترتیب تنها بود حداقل در برابر یک پایه از قدرت اجتماعی اون زمان که قدرت روحانیت بود یک جوری متحد طبیع خودش را از دست داد متحد طبیعی, طبیعی بابیه. بابیه در حقیقت جنبش بابیه متحد طبیعی امیر کبیر میتونست در زدن پایه استبداد مذهبی باشه چون باب در همه نامه که به محمد نوشته قبلا که ما به هیچ وجه ادعای سلطنت نداریم حکومت نمیخواییم شما به مردم ظلم نکن اگر مشروعیتم بخوایم ما بهت میدیم و روحانیت مخالفت روحانیت با بابیت در حقیقت نه به مسائل مسائل مذهبی چه بلکه به خاطر زدن اون پایه قدرت اصلی روحانیتی مانچه خانه معتمد و دوله دول حاکم اصفهان این مسئله را تشخیص داده بود و باب را در حقیقت متحد طبیعی خودش در بابر آقای شفتی میدید در شفتی در محمد حاکم باقر حاکم روحانی اصفهان چیزی که فتح شاه قاجار وقتی به اصفهان میرفت در حقیقت به دیدنش میرفت آدمی که قصص العلماء نوشته از وقتی وارد اصفهان شد غیر از یک مندیل چیزی نداشت نهلن در مقابل دولت مرکزی ایستاد معتقد هستید در این زمینه حداقل درایت بیشتری به خرج داد به نسبت نسبت به امیشبی دولت بیشتری به خرج داد در حقیقت باب را حفظ کرد، روحانیت را دعوت کرد که صحبت بکنید با بابی ها صحبت بکنید، اونا چی میگن و شما چی میگوید کاری که در حقیقت باب از محمد شاه میخواد که شما دعوت بکنید از روحانیون که با ما صحبت بکنند و قصد جنگ نداشتند اشتباه امیر کبیر در درگیری بابی ها با مسئله نظامی شد و این که آیا بابی ها میخواستند دست به ببرن آیا بابی ها میخواستند به جنگن؟ که نمیخواستن به این ترتیب اونجا آقای آدمیت هم با اینکه محقق بسیار ارجمندی هست در این باره اشتباه کرده است که جنبش بابی را به فیدون آدمیت, فیدون کتابی آدمیت بله به نظامیگری تهدید کرده است در حال که این طور نیست بابی ها به هیچ فش نمیخواستن در هیچ حالتی بجنگند جنگ را روحانیت به بابی ها تحمیل کرد و در این زمینه متاسفانه امیر کبیر سیاست امیر کبیر بود بعد بله امیر کبیر در حقیقت در زدن جنبش بابی امیر کبیر حالا این سوال رو دوباره بپرسم که آیا فکر میکنید در اون شرایط در اون بستر تاریخی امیر کبیر طور دیگری میتونست عمل کنه؟ بقیده من میتونست عمل بکنه برای اینکه جنبش بابیه در یک زمان بسیار کوتاهی از اقبال بسیار وسیع از داخل جامعه ایران برخوردار شده است اونهایی که بابی شدن از شازای قاجار هستند تا زاره این همه گروه های ایران در حقیقت جنبش بابیه به یک خواست اجتماعی جواب داده بود ببینید شب خوابیده صبح کسی دینش عوض نمیکنه چطوری در یک زمان کوتاهی در ایران حداقل صد هزار نفر بابی میشن به یک نیروی عظیم اجتماعی بوده است که امیر کبیر میتونست از این نیرو استفاده بکنه در برابر روحانیت تمامیت خواهد پنه. و این کار رو امیر کبیر نکرد این رو میشه نشون داد که امیر کبیر در این زمینه اشتباه کرده صحبتی که من سوالی که از آقای امینی قبلا هم داشتم این بود که آیا نامه هایی که به امیر کبیر دادن نسبت به بابی گزارش هایی که دادن چی بوده اگر اون رو بدونیم بعد میتونیم بگویم که آیا امیر چقدر در این زمین اشتباه کرده است. شاید اطلاعات اشتباهی هم بهش داده باشن چون بابی ها این امکان را نداشتن که صحبت بکنن چند باری هم که خواستن صحبت بکنن موفق نشدن این که اینه نمیدونیم اگر یک روزی بدونیم میتونیم به این مسئله بگم که امیر در این زمین هم شاید اشتباهی نکرده چون من تنها اشتباهی رو که از امیر شبیر میتونم بگم همین عدم شناختش از جنبش بابیه و نفوذ جنبش بابیه در زدن یکی از پایهای بزرگ استبداد در ایران بوده است. استبداد مذهبی آقای پیوندی شما در زمینه تاریخ آموزش در ایران کار کردید و از جمله در مورد دارالفنون چقدر دارالفنون اهمیت داره آیا این شروع آموزش به شکل نوین و مدرن یا پیش از اون هم چیزهایی بوده من فکر کنم به حال یکی از ماندگارترین کارهایی که امیر کبیر کرده و تا امروز هم همه جا ازش صحبت میشه تاسیس دارالفنون هست که یه نقش نمادین در اون دوران داره دورانی که در ایران ما هنوز نه نظام آموزشی به اون صورت داریم و نه مدارس امروزی در حقیقت دو, دو مؤسسه تاریخی که در ایران آموزشی که وجود داشت یعنی مکتب و مدارس مذهبی همه جا تقریبا بودن ولی همزمان چیزی که کمتر گفته میشه خیلی از تاریخ نویسان وقتی به دارالفنون اشاره میکنن یادشون میره که در حقیقت دو حرکت قبل از دارالفنون وجود داشت از زمان عباس میرزاد ابتدا با فرستادن دانشجو به خارج از کشور یعنی دو دانشجو اولی که به لندن اومدن در 1811 یعنی درست چهل سال قبل از دارون. افتتاح دارالفنون هست و بعد ایجاد مدارس میسیونری یعنی شبکه های مدارس که برای اقلیت های مذهبی بودن و به خصوص در آذربایجان در اصفهان و در تهران بودن ده ها مدرسه میسیونری اروپایی یا امریکایی میسیونری یعنی مسیحیانی که در ایران بودن یا ارمنی ها اینها رو بنا بر... کرده آسوری ها ها که در ایران بودن و این برحال مبلغین مسیحی از کشورهای اروپایی یا امریکایی می اومدن. برای مثال اولین مدرسه میشه گفت جدید ایرانی دوازده سال شمزه سال قبل از دارو فنون دقیقا افتتاح شد این مدرسه برای تبلیغ آین مسیحی بودن یا نه در واقع مدارسی بودند که سواد آموزی در اونها رایج بود در ابتدا در واقع شرط محمد شا برای این مدارس این بود که... اینا فقط دانش آموزان مسیحی را بپذیرند ولی به تدریج و در چند سال... همونجور که در خاطرات این میسیونر هم میشه دید فرزندان خانواده های مسلمان هم به این مدارس راه بره. پیدا کردند و... برای سر بله و ما در حقیقت حتی اولین مدرسه دختران ما چهار سال بعد از... مدرسه پسرانه اول یعنی مدرسه سال قبل از دارو فنون اولی مدرسه دخترانه ما درست شد که این مدرسه فقط به خانواده های در عشو. واقع مسیحی ولی در همه مدارس به تدریج اشار دیگر هم اومدن و در ولی دارو فنون اهمیتش این بود که در حقیقت یه ای بود بین آموزش متوسطه و آموزش عالی کاربردی در اون زمان و در تفکر امیر کبیر در ادامه تفکر عباس میرزا در حقیقت اولویت تربیت نخبگانی بود که دولت در اون زمان احتیاج داشت برای اینکه این در واقع نظام جدید دولتی رو به وجود بیاره برای اون او هنوز به آموزش دست کم در پراتیک سیاسیش آموزش عمومی منظورتونه برای به آموزش عمومی هنوز به عنوان یه پدیده اجتماعی وسیع که بخش از حقوق مردم یا خیلی اهمیت داره برای نیروی انسانی جامعه به اون صورت هنوز نگاه نمیکرد ولی همزمان باید به زمان کوتاه زمانداری او هم توجه کرد او کمتر از چهل ماه یعنی سی و هشت سی و, و ماه ما در, در واقع بر در قدرت بود و این زمان خیلی کوتاهی بود ولی در زمانی که در عثمانی بود برای مذاکرات سول احزرون. با عثمانی اونجا خب مترجمین داشت و یک مجموعه کتاب را که خیلی علاقه داشت که خونه و ترجمه کرده بود راجع به همین نظام های آموزشی کشورهای اروپایی بود که ژان داوود یا بقیه براش ترجمه میکردن و در یاد در سفر معروفش برای عذرخواهی از, از قتل گریبادوف اونجا وقت رفته بود به پترز، پترزبورگ اونجا یکی کس از کسانی بود که بازدید میکرد از این مؤسسات آموزشی برای اینکه ایده داشته باشه برای اینکه او مانند عباس میرزا و خیلی از دولت مردان اصلاح طلب اون زمان در واقع اون نماینده های ایرانی بودند که از خواب خرون وستایی بلند شده بودند و دیده بودند که ما از دنیا بسیار عقبیم و این پرسش رو مطمئن میکنند که ما چگونه این عقب ماندگی رو میتونیم جبران کنیم و آموزش در واقع راه این جبران, جبران عقب نکته مهمی اهمیت آموزش برای اینها در اون مرحله که میگید هنوز معنی اهمیت آموزش عمومی نبود یعنی در واقع وقتی گفته میشد آموزش منظورشون تربیت نخبگان بود دیگه اهمیت نخبگان بود ولی در دوره های بعد یعنی ما بعد از دارالفنون در واقع دارالفنون یه میشه گفتش که یک میشه گفته که یه در واقع نقش نمادینش این بود که این مؤسسه ایرانی بود و به دست در واقع یک ایرانی ایجاد شده بود برخلاف مؤسسات دیگه ای که در ایران وجود داشت و خب این یه تحول بود و بعد در ایران مشاهده وجود آمدن شبکه مدارس ملی هستیم که دولت درش نقش نداشت مالی تا دوره مدارس میرزا حسن دو... رشدی منظورتونه بله یعنی مدارس متعددی در تهران یا در جای دیگه وجود اومدن که به ابتکار فرهنگ دوستان بودن و دولت درشون نقش نداشت ببینید که میفرمایید کاملا درست است اما اینکه که توجه به آموزش نداشت و تربیت عمومی شما اگر سرمقاله اولین شماره وقایع اتفاقیه رو بخونید میگه هدف این روزنامه تربیت مردم است مثلا رنی نکته ای که در ذهن امیر کبیر وجود می این آموزش هست البته این آموزش اون زمان عمومی کردنش مفهوم نداره چون سواد آموزی خیلی نیست اصلا شما حتی برای دال فنون آموزگار ایرانی خیلی کم پیدا میکنن بیشتر از اتریش آموزگار وارد میکنن راهی هم جز این ندارن آدم های باسوادی که در ایران وجود می داشتن بیشتر به فرنگ رفته بودن به خارج رفته بودن ولی معتقد آگاه بود به این قضیه امیر کبیر اما در مورد آنچه که آقای اشراقی گفتن میخوام نظرتون رو بدونم راجع به سرکوب و کشتار بابیان خود باب هیچگاه دعوت به شورش نکرد ولی پس از اینکه باب رو به چهریق انداختند و قصد کشتن هم نداشتند در آغاز وقتی در دژ چهری زندانی بود پیروان باب به طور کلی بر خلاف آنچه که در آغاز گفته میشد بنا شد بنابراین گذاشتن که از اسلام ببرند و آین تازه را راه را بیاندازند و موضوع که جنبش رادیکال انقلابی بود یعنی این رو شما از کوشش هایی که بعدها به حال الله کرد برای اینکه صوره... ای ما در مورد جنبش بابی بنده. داشتیم آقای امینی که مخاطبان این برنامه میتونن در آرشیو پرگار ببینن موضوع برنامه این نیست فارغ از این که جنبش باب چه بود آیا کشتار و سرکوب بابیان کاری بود که امیر کبیر نمیتونست ازش پرهیز کنه؟ به نظر من نه چرا؟ من مخالف کشتار هستم و فکر میکنم کار نادرستی در تاریخ انجام شد ولی شما با یه دوران کوتاهی روبرو هستید که از این فرصت آشفتگی جامعه از جمله پاره از این رهبران انقلابی جنبش باب هم استفاده کردند برای شورش در برابر دولت او آمده همین کبیر آمده شورش سالار رو در خراسان سرکوب کرده شورش آخانی محلاتی رو سرکوب کرده در برابر کسانی که رقیب ناصرالدین شاه برای پادشاهی بودن ایستادی کرده حالا در بخش دیگری از ایران جریانی به نام جنبش باب دست به یک مبارزه مسلحانه زده حالا اینکه آیا روحانیانی این رو تحمیل کردند یا تحمیل نکردن جدا از این ما با یک شورش مسلحانه در برابر دولت رو برو به من بگویید که در اون دوران امیر کبیر در اون, اون برهه تاریخی چه کار دیگه میتونست با, با چه کار دیگه, دیگه میتونست انجام بده یعنی زمانی که در جامعه ما با ابزارهای ایجاد دولت معتدل در برگیرنده اپوزیسیون روبرو نیستیم بله بلکه مخالفین رو سرکوب میکنن چون وقتا که چنین شد قبل از اینکه نسبت به راجع به آقای نظر آقای امین صحبتی بکنم خواستم به آقای پیوندی امیر کبیر فرقش با این بود در دارال فنون علوم جدید را میخواستن یاد بگیرن عباس میرزا محاصلین که به خارج چیکار کار میخواستن بکنن یکی قرار بود عکاس بشید و یکی قرار بود به تب یاد بگیرید در حالی که فیزیک خوندن رو اون زمان روحانیت جرم میدونست و امیرکبیر کبیر کاری است که اومد و معلم طبیعی میخواست بهت بیرد در فرق امیرکبیر در این زمینه با بقیه اونایی که میخواستن در اون دوره کار بکنن فرقش در این بود که معلمین که فرستاد در آقای که فرستاد در اتریش اما معلم استخدام بکنه علوم طبیعی رو میشه چه لیستی را داشته و چه ما فرق عمدهش با اونا این است این نسبت به امریکا بید و اما نسبت به قیام مسلحانه این که به هیچ وجه من با این هم عقیده نیستم با آقای امینی به این ترتیب که آقای آدمیت هم در این زمینه اشتباه کرده است و میشه نشون داد تاریخا که اینطور نیست اصلا اولی که یه خورده طول میکشه ولی من چند دقیقه صحبت بکنم راجع به این اولین درگیری که پیش میاد بین بابی ها و روحانیت در مشهد هست روحانیت از زمانی که به اون قدرت میرسه که اجازه فتوا دادن و محدور و دم کردن افراد هست و آدم ها را میکشتن از این اصله بسیار روحانیت استفاده کرده بود و در برابر جنبش بابیه اول خواستن از این مسئله استفاده بکنه روحانیت که موفق نشد اولین بابی رو که گرفتن در مشهد یک آدمی را به نام حسن نامی بابی میگیرن به دستور مشتهد محل در بینش میکنن و میگردنش در شهر که ببرن سرش رو ببرن بابی ها وقتی از این مسئله اطلاع پیدا میکنن اونا با در حقیقت به همون تفکر قصاص اسلامی که اینا داشتن با خودشون شمشیر میکشن میرن و اونا رو متفرق میکنن و این آقا رو آزاد میکنن روحانیت به این مسئله میرسه که با فتوا دیگه مثل این که در برابر این جنبش نوپا کاری نمیشه کرد وقتی که حشمت و دوله از مولاسین که در حقیقت پایگزار قلعه تبرسی مولاسین است مولاسین را دعوت میکنه میره به اردوگاه میشنه و کاری با کاری نمیکن وقتی آزاد میشه مولاسین و راه میفته در تمام طول رای که رفته ما خاطر نویسی داریم از اونایی که در جریان بودن مزلطفالی شیرازی در تمام طول سفر مولاسین از تا ما از مازندران بوده باش و نوشته خاطراتش که وجود داره بله بدون اینکه وارد جزئیات شیم در مورد حرکت بابیان باید پرسید که امیر کبیر عنوان فرمانده کل قوا چون یکی از سو عنوان اصلیش این بود که صدر اعظم بود اتابک بود فرمانده کل قوا هم بود باقی. در شرایطی که فرمانده کل قوا چه کار دیگه میتونست بکنه آقای اشراقی نه. برای اینکه اون بود که باید به دفته آقای امینی مسئولیت ایجاد امنیت رو آ... بوده میگرفت دیگه کاملا درسته با این مسئله که باید امیرکبی این کار رو میکرد ولی باید ببینیم که آیا بابیا میخواستن واقعا بجنگن یا نه ولی من متقدر... خود شما الان گفتید نن... گفتی در مشهد ببینید همین که گفتید در مشهد اونها که فتوا دادن میخواستن کسی رو بکشن بابیان شمشیر کشیدن و به جن اونها دادن او بعد کرد من نمیگم کدوم درسته میگم واقعیت اون دورانی هستش که در برابر این قدرت روحانیت شیعی بابی ها هم دست به شمشیر بردند حالا دولت مرکزی به من بگید یا مثل امیر کبیر امیر نظام برای حفظ امنیت که در مقابل آخون ها میستاده حالا چه کار باید بکنه در مقابل کسانی که شمشیر کشیدند کسانی بله. که اونها نوع... هم شورش کردند من توجیه نمی کنم دفاع نمی کنم ولی میگم ما با واقعیات سخت تاریخی رو برو هستیم این پرسش رو به نظر من باید شما پاسخ بدید آیا ایران در اون زمان به یک رهبر مسلح اجتماعی نیاز داشت یا نیازمند یک انقلاب اجتماعی بود پاسخ من خیلی روشن ما در اون هنگام و سپس آدم های مانند سپهسالار سالار امین و دوله و نوعی که انقلاب مشروطه در ایران صورت گرفت ما به یک جنبش اصلاحات اجتماعی نیرومن نیاز داشتیم بله. در حالی که جنبش باب یه جنبش رادیکال انقلابی بود چجوری در ماجرای ایجاد دار و فنون امیر کبیر عمل کرد مثلا آیا اقتدارگرا بود اون چیزی که بعدا تجدد آمرانه خوانده شد آیا اجازه میداد دیگران در ایجاد دار و فنون ابراز نظر کنند تصمیم گیری کنند آیا میشه از طریق سیاست آموزش آموزشیش ترسیم کرد چهره امیر کبیر رو حداقل ترسیم کرد شیوه حکومت داریشو حتما من فکر میکنم که نگاهی که به آموزش در حقیقت داره یا نوع در واقع رابطه ای که با آموزش با فرهنگ داره تا حدودی معرف شخصیتش هم هست نگاه کنید به کتابایی که داده ترجمه بکنن ناپل اون پتر ده. کبیر یعنی در واقع ایدئال های اوش شخصیت های مختدری هستند که جامعهشون رو هدایت میکنن و در این حال اگر کبیر و گفته میشه محمد دوم سلطان عثمانی رو در زمین گیم اینا با دست آهنی این کار رو میکردن یعنی شخصیت های مختدری ده. که جامعه رو و این در واقع نگاه فقط متعلق به تاریخ نیست در جامعه حتی امروز ما هم این نگاهی که ما مثلا توسعه بدون مشارکت بیشتر... جواب جواب و در دوره رضا شام دقیقا همین بحث مطرح شد و در واقع زمین ساز اصلا ظهور ولی شد. آیا منظور شما به حال این هست که از سیاست آموزشی و نحوه ایجاد دارالفنون میفهمیم که امیر کبیر چنین شخصی دلست. بود و الگوهاش کسانی چون پتر کبیر بودند الگوهاش در حقیقت وقتی نگاه میکنید به رشته‌هایی که در دارالفنون ایجاد شد، دو گروه رشته داریم، رشته‌های کاربردی، رشته‌های نظامی. یعنی هر دو دورشته‌ای که دولت مختدر اون روز نیاز داشت برای اینکه کشور رو اداره بکنه، من قبول دارم حرف آقای امینی را که ما در یک کشوری بودیم که دولت مرکزی قوی نبود و در حقیقت هرج و مرج زیادی وجود داشت و این اقتدار در واقع خاص افکار عمومی، یعنی اینکه دولت مختدر وجود داشته باشه، خاص افکار عمومی اون زمان هم بود. ولی یه رفرمیست دوراندیش به نظر من دورتر هم نگاه میکنه یعنی یه چیزایی ما همون لحظه است مثل درست کردن دارالفنون ولی چیزایی است که زمانی که ما به توسعه به صورت بلند مدت نگاه میکنیم برای جامعه شاید رفتارمون طور دیگه میبایست باشه برای, برای همین هم به نظر من امیر کبیر چهره مشخ در واقع از شاخص چهره های استبداد منور در ایران است یعنی که با قدرت کشور را اداره بکنن و انسان های باشن که خیرخواه مردم باشن و پاک دست باشن این چهره ایدئال تو افکار عمومی هم متاسفانه هست کنه امیر کبیر محصول پرورش خارج از ایران نبود بچه آشپزی بود که توی این دوران در واقع پرورش طبیعی پیدا کرده بود ده. و در این حال واکنش جامعه به احساس خفت خاری بود قفقاز از دست رفته بود هرات و دوران محمد, رزخ... محمد شاه از دست رفته بود ایران دستخوش بازی روس و انگلیس بود این امیر کبیری است که حالا دیگه نمیخواد به عنوان یک فقط اندرزگو یا مثل میرزا آقاسی مانند یک عارف یا صوفی منش بیاد کشور را اداره کنه به درستی میگن میخواد با اقتدار این کار رو انجام بده نفسی که, که به کار بردن استبداد منور این رو قبول دارید؟ نه کاملا یعنی به اندازه کافی داده در اختیار نداریم سی و نمیتونیم ماه نمیتونین نشان بدهد نشان میداد که بله با اقتدار حتی شاه رو میتازه به شاه که شما چرا صدر از زمینه کنید؟ نمی, کنی. چرا نمی کنید پادشاهی نمی چرا با اقتدار کار نمیکنید کاملا درست هست ولی در این حال هنگامی که میخواهد برای کشور مثلا قانون تهیه کنه اعلامیه عمومی صادر میکنه و بر پای اعلامیه عمومی قزوینی به اون پاسخ میده و کتابچه قانون قزوینی به وجود میاد رجوع میکرده به اندرز دیگران از جمله در مورد ترجمه اشاره کرد گفته میشه حتی در صحبت هاش با دیپلمات های فرنگی بلی. در زمانی که در عثمانی بوده برای مذاکرات حتی بارها رجب کنستیتیسیون حرف میزده بله 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 برای اولین بل. بار که این موضوع قانون رسیده بوده بر به عثمانی چون به عثمانی اول میرسه موضوع قانون واسه این واژه شاخت که از فرانسه آمده میشه مشروطه یعنی میشه گفت با مشروطیت آشنا بوده با آیا واقعا میخواسته به اون سمت بره بلید. قانون موضوع. موضوع قانون هست یعنی این حتی اون کسانی مانند نافل اون که ازش صحبت میکنند اینها برای زاده یک دوران فرمان روای قانون در این جوامع هستند امیر کبیر هم به دنبال قانون هست طبیعی است که با یک نظام پارلمانی روبرو نیست هیئت وزیران رو اندیشش بهش رسیده مسئله قانون و دفتر قانون تا حدودی موضوع مطرح شده اما هنوز ما در ساختار ایدیاتی جامعه ایران این رو فراموش نکنیم ما یک جامعه بسیار واپسمانده ایلیاتی رو به رو هستیم که حتی این قوه نظامی متمرکز هم برآمده از نیروی ایلات هست بله بر اساس آمارهایی که از اون موقع هست بیش از نصف جمعیت ایران ایلیاتی, ایلیاتی بوده بود در اون موقع م... و حدود فقط کمتر از 20 درصد ایران شهری بوده بله. و این بافت جامعه رو نشون میده جنگ بله. که قام مقام در, در, دوره جنگ اول ایران روز متوسل به علما میشه که فتوا بدهند که خانهای شیعی قفقاز از پادشاه ایران پشتیبانی کنند بله اما اشناقی این میشه گفت سیاست عدم مدارا با روحانیون که به نظر میاد تقریبا پذیرفته شده است که سیاست امیرکبیر بوده باعث شد که بخشی از حامیانش رو از دست بده شما از طرفی معتقد هستید سرکوب بابیان باعث شد که یه اجتماعی رو از دست بده خیلی معتقد هستن که سیاست مبارزه با فساد امیر کبیر هم طوری پیش رفت که حامیان قدرتمندی رو که میتونست در دربار داشته باشه اون رو هم از دست داد با. چهره ای که ما از امیر کبیر به این ترتیب داریم چهره یک که مرد مبارز مبارز در مبارزه با فساد هست ولی در این حال تا حدی میشه گفت کم اعتنا داشتن متحدان این تصور درسته یا اشتباه ببینید مثلا اینجا برگردیم به صحبت آقای امینی جنبش بابیه سال 1260 یعنی 1844 پای گذاره میشه تا سال 1848 16... یعنی 1664 هیچ گونه حرکتی از طرف بابی ها به وجود نمیاد در کل دوران محمد شا. زد و خورد های نظامی در دوران امیر شروع میشه باره. و این نمیشه بگم که چرا بابی قبلا دست بسته نبردن ببینید حسین در اولین صحبتی که داره با عباس خلی خان لاریجانی میگه شما برای چی اومدین مازندران میگه ما اومدیم برای هدایت مردم و اگه مردم نخوان ما میریم بزنین ما بریم این کار خیلی خوبیه شما برین دو نفر را میرسه اینا را را راهنمایی کنن در جنگل برن بیرون با تحریک سید و خصه خصوص کالای دو مال اینا میره اینا رو به بیراهه میبره و اینا رو مرتب تک تک میکشته ملاسه وقتی خبردار میشه که اینا قصدشون کشتن اینا هست رو میخواد میگه که شما ما دیگه راهنما نمیخوایم از لطف شما متشکر شما تش ببرین به شما هدیه هم میدیم میگه که شما به خان لرمیزا چیزی دادین که در مازندران آزادتون بذاره به من چیزی بدین میگه ما هرچی داریم با تو نصف میکنیم نصفش مال تو نصفش مال ما تو بذار ما بریم میگه نه همه رو من میخوام شمشیر رو اصلا اسبت هم باید به من بدی خب طبعا مولا اگه این کار رو میکرد یعنی قتل هم بابی ها. این کار رو نمی کند بله. خود زد و خورد من تموم بشه صحبت بله. تموم میشه مولا حسین خب اینجا وظیفه عباس قلی خان که بیاد تیپای های خصوصی قاضی را بقیه رو محاکمه کنه که آقا شما آدمایی که قرار بوده سرجو باشن برن بیرون چرا نگذاشتین این کار نمیکنه وقتی وارد قلعه تبرسی میشه مولا حسین اصلا قلعه نمیخواسته بره شما میگن که جنبش شورش بابیا بابیا وقتی وارد قلعه تبرسی میشن 5 تا اسب دارن هفت نفر اینا تفنگ دستشون بقیه شمشیر دارن یه پیر با اینا هست یه بچه یعنی با همچین نیروی کسی نمیره قب... یاقی بشه در برابر دولت وقتی مهدی قلی میرزا میاد سه ماه طول میشه تا تاجگذاری ناصرالدین شاه مهدی قلی میاد ملاصق اشتاقی در نظر داشته باشید که مخاطبان این برنامه با این اسامی و این خیلی جوزی... به تو هر جهت با نماینده دولت بلده. میگه که ما حاضریم صلح بکنیم به ما راه بدین ما بریم خود ناسخ و تواریخ هم مرتب نوشته است ولی نیروهای دولتی به هیچ وقت رضایت به این کار را نمیدن نیرو... س... متجسم سوال من این بود که این چیزی که شما در مورد امیرکبیر در ارتباط با سیاستش در سرکوب بابیان گفتید یعنی از دست دادن یک پایی اجتماعی که میتونست حامیش باشه این رو میشه تسری داد به دیگر سیاست های امیرکبیر از دست دادن حامیان بسیار قدرتمند در دربار از دست دادن حامیانی در ولایات و به این معنا میشه گفت که امیرکبیر در ارتباط با جلب حامیان نگه داشتن حامیان میتونست با درایت بیشتر عمل کنه و به جای سه سال مثلا ده سال صدارت کنه من مطمئنم که میتونست این کار رو بکنه به شرطی که با جنبش بابی یه جوری کاری به جنبش بابی حداقل نداشتن جنبش بابی نمیزد کافی بود که نزنید و به هر واقعی نیست صحبت شما اولا نظر تاریخی پاره از آگاهی‌هایی که می‌دی که بسیار هم ارزنده است یک سوی است یعنی تاریخ های دیگری هم برخی از اینها نوشته شده از سوی خود بابیان یا باهایان هستش تاریخ‌های من نمیخوام وقتی این برنامه رو با جزئیات بگیرم مطلبی که در مورد مازندران اشاره می‌کنید پیش از پادشاهی ناصرالدین شاه است اصلا هنوز امیر کبیر در تبریز هست که این رویدادها به وقوع میپیونده و سپس به وجود میاد من نمی‌خوام وارد این بحث بشم که اگر کنار می آمد چه می کرد تصور شما در این هست یا تصوری که داده میشه که گویا صدر اعظم می آمده و این صدر اعظم در اون فضای یا اون سپهر سیاسی اون جامعه می تواند بیاد یک گفتگو مذاکره ای انجام بده با یک جنبش رادیکال اجتماعی و از اینها بهره بگیره برای از بین بردن مخالفان این واقعی تاریخی نیست برای تاریخ ایران برای تاریخ ایلیاتی ایران واقعی نیست یعنی اگر پادشاهی بود توانا ناصر الدین شاه و از امیر کبیر پشتیبانی کرده بود و دست او رو باز گذاشته بود شاید میتونست یک سری کارهای از این دست هم بکنه ما با این واقعیت روبرو هستیم که شیرازه کشور کاملا از هم از دست رفته است وضع مالی بسیار خراب است روس و انگلیس رقابت برای خریدن رجال بزرگ ایران دارند، یه مردی فروخته نشده باید در این میان بازی کنه و در این دوران تصور این که او بتواند بیاید و با مثلا جنبشی که معلوم نیست سر اون کجاست و جنبشی که آگاهی نسبت به اون هم زیاد نیست جنبشی که بیشتر جنبه اصلاحات دینی داره برای اینکه پایگاه زیادی برد. در میان رهبران دینی به وجود آورده بشه با این مذاکره کرد به هر حال این جنبش از یه جایی شروع شده بود که برای شیعه قابل مذاکره نبود درست اما من همزمان اگه برگردیم به حوادث بعدی یعنی به دعیه های بعدی برگردیم یعنی زمانی که جنبش روشنفکری در ایران به وجود میاد جامعه ایران عادت میکنه که بحث بکنه یعنی گروه های مختلف روشنفکری به وجود بیان سه جمال الدین باشه در کنار ملکم خان در کنار میرزا خان در کنار شیخ احمد رویی یا کسای دیگه اون موقع ببینید که صبح ازلیا یعنی نسل ها نه تنها پذیرفته میشن در داخل جامعه ایران بلکه در جریان انقلاب مشروطیت و تدارک انقلاب مشروطیت نقش بسیار مهمی بازی میکنن یعنی در تدارک فکری جنبش عاملن. مشروطیت و در به وجود آوردن این نگاه همراه با شکیبایی و مدارا صبح ازلیا بر هر حال طرفات زیادی هم میدن دیگه شیخ احمد رویی و میزاخانه کرمانی. هر رو جانشون رو در این راه از دست دادن و در حقیقت میشه گفتش که شاید ما پختگی تاریخی لازم هم در اون دوره نداشتیم برای اینکه در دوره ما به یه انباشت فکری داشتیم که به موضوعات اجتماعیمون با گیری بیشتر نگاه بکنیم و یه نگاه عمیقتری داشته باشیم به مسائل و فقط از بود مذهبی و در واقع چیزی که غیر و در مقابل فساد. قدسیس متگاه نکنیم اون سوالی که از آقای اشراقی پرسیدم رو از شما میخوام بپرسم آقای امینی مبارزه با فساد بسیار عالی ولی شما اگر مقرری مثلا مادر شاه رو کاهش ندید اگر و این در نگاه کلان مبلغ چندانی نیست دیگه اگر سعی کنید،, سعی کنید یک چنین شخصیت پرقدرتی رو در کنار خودتون نگه دارید اگر با چند حرکت اینچنینی سعی کنید دربار رو بیشتر با خودتون داشته باشید ممکنه سرنوشت متفاوتی پیدا کنید چه بسا دکتتون کاملا درسته ولی امیر کبیر از یک از یک جناح شاهزادگان بر نخواسته یعنی به همین با دلیل باید ب... محتاطر می بود شاید اما ببینید آمده با یک دولت ورشکسته رو بروست این دولت ورشکسته مثلا تیول رو دادن به یکی از شاهزادگان مالی منطقه رو. این شاهزاده آمده بر اساس قواعدی که از دوره زند بوده مالیات میپرداخته یعنی تقریبا پنج درصد در اون چیزی که باید بپردازه ضمنا خودش و همسرش هم حقوق میگرفته حالا با این شرایط تاریخی باید چه کار بکنه که درآمد دولت افزایش پیدا بکنه سی درصد مالیات ها رو افزایش میده و چه کار بکنه هزینه کاهش پیدا بکنه هزینه ها کجاست یکی در دزدی هاست و دیگری در پولی که به آدمهایی داده می شوده که کاری نبودند این حقوق رو قطع میکنه کاملا درست میفرمایید که برای خودش دشمن میتراشه ولی راهی جزی نداشت واقعا بلی... راهی جزی نداشت بذارید من یه بله. مقایسه ای بکنم ما یک امیرکبیر داریم که هنوز امیرکبیر نیست در تبریزه و میخواد ناصرالدین شاه رو که کودکی بیش نیست بیاره بله. تهران پول در بساط نیست برای این سفر بله. میرزا محمد تقی به ناصرالدین که هنوز شاه نیست ولی ایزوست. عهده ناصر دین میرزا میگه که دست خطی من بده که کلام من کلام توه دوه. با این میره از تجار تبریز سی هزار تومن میگیره و بلا فاصله ناصر دین میرزا رو راهی میکنه در کنارش میاد تهران این کاریست که دیگر دولت مردان که دوروبر دستگاه ناصرالدین میرزا هستن نمیتونن انجام برست. بدن و در نهایت به این ترتیب ناصرالدین میرزا که میشه ناصرالدین شاه میفهمه که چنین شخص با درایتی در کنارشه و اون رو صدر اعظم میکنه در امور اداری رتق و فرق اموری رتق اموری این چنین ما میدونیم به این ترتیب یک شخص بسیار مبرز داریم اما اونجا که به سیاست مداری به معنی زیرکان عمل کردن به معنی ماکیاولیش میخوایم بپردازیم آیا تا امیر تا حدود این حد از زیرکی رو داشت؟ نه نداشت با گرفتاری های خودش هم روبرو بود برید مثلا برخوردش به روحانیان با گروهی از آخوندها دوستی نزدیک پیدا کرد یکی از اونها رو کرد حاکم شرع تهران در این حال با کسانی در افتاد با امام جمعه تهران درافتاد با امام جمعه تبریز سر مسئله معجزه گاو در نیروی رو که سعی کرد و کمتر بهش توجه میشه برش تکیه کنه نیروی نبود که در سیاست قدرت داشته باشه اون هم بازرگانان ایرانی بودن اولین صدر اعظمی است که واردات رو به جز سه کالا محدود کرد یعنی هیچ وارد کالای خارجی نمیتونه وارد ایران بشه انگلیسی ها خشمگین شدن از این کار من با این ارزیابی عمومی موافق هستم که اگر امیر کبیر میماند نه تنها میتوانست اصلاحات بکنه ولی چه آدم مقتدر حالا نمیتونم بگم خود کامه ولی قدرتمند از بالایی میشد گرفتاری ما یعنی من به طور کلی به عنوان خودم با امیرکبیر در این است که امیر کبیر به مسئله روحانیت بیشتر بها داد باب چی میگفت اصلا که روحانیت باش مخالف بود باب مدرسه جدید میخواست، آزادی زنان را میخواست، چاپخونه میخواست، پست میخواست میگفت گفت روحانیت حق فتوا دادن ندارید بالای منبر نباید بهت خمس نباید بگیرید در حقیقت تفکرات اجتماعی باب مطرحه من در یک کار بعدی که کردم نشون دادم از زمان عباس میرزا که قصر روشنگری در ایران داشت تمام این راههایی که همه روشنفکران ایران رفتن به بنبست رسیده است چون همه اینها میخواستن هم از طریق اسلام عزیز به تجدد برسند مستشار و دوله با همه عظمتی که دارید قانون اساسی فرانسه رو آورده و بند به بندش رو از قرآن گرفته یه مال قرآنه طالبوف تحصیل کرده فراروسیه است با علوم جدید آشنا است بیا اروپایی یا قرآن ما رو دزدیدن به اینجا رسیدن ما باید مال دزدی رو پس بگیریم شما با این تفکر روبروید و با با این تفکر مخالفه آقای بله. وقتی راجع به رابطه امیر کبیر با روحانیون بلند مرتبه صحبت میشه غالبا یه تصویر پر از تناقض داده میشه از یه طرف گفته میشه که به روحانیون اعتنای چندانی نمیکرد کما اینکه در خیلی از جاها سعی کرد قدرتشون رو کاهش بده دیگه سعی کرد مثلا بسنشینی در اماکن مذهبی رو مثلا ممنوع کنه اول کسی است که چنین کرد بله ولی در عین حال شما معتقد هستید که در سرکوب بابیان تا حد زیادی انگیزش این بود که روحانیون رو در کنار خودش داشته باشه به این ترتیب چه رابطه ای بین امیر کبیر و روحانیون هست من به این اعتماد ندارم که روحانیت هم کنار من قبلا ای... که باشه از آقای امینی خواهش کردم که اگر ما بدونیم چه گزارشهایی به امیرکبیر دادن راجع جمعش بابیه شاید بهتر بتونیم قضاوت بکنیم ده. ما نمیدونیم چه گزارش فکر شاید. میکنید انگیزش حمایت روحانی نبود اصلا در... زدن بابیه به دست امیرکبیر به هیچ وجه از نظر من جنبه مذهبی نداشته نه به خاطر مذهب نمیخواد بزنه نه. امیر ایجاد امنیت. 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 ایجاد امنیت و گرفتن مالیات بوده که با شما کاملا هم کشوری که ورشکسته امیر کبیر قصدشه که امنیت برقرار بشه تجارت کار بخونه بلی. و درآمد مالیات داشته باشه در اوزن آی امینی اینکه آقای پیوندی هم صحبت کنه بحث آموزش خود به خود امیر کبیر رو در مقابل روحانیون قرار میداد و اینکه بلد. آموزش به معنی مکتب رفتن چیزی بود که اونها در انحصار خودشون میدونستن چی شد آیا امیر کبیر در این ایجاد دارالفنون تقابلی هم پیدا کرد با روحانیون یا نه چون اونها فکر میکردن این یک مدرسه کوچیکی است برای یه،, یه تعدادی نخبگان خیلی اهمیت نمیدادن بهش این موضوع مهمیه برای اینکه وقتی در مکاتبات امیر کبیر با ناصر الدین شاه یکی از نکاتی که وجود داره همین در واقع نوع واکنش احتمالی روحان، روحانیون نسبت به ایجاد دارالفنون هست و برای همین هم حتی در انتخاب اسم مدرسه تلاش میکنن که اسمی رو انتخاب بکنن که تحریک, میز... تحریک کننده برای روحانیون نباشه برای اینکه یه جبهه جدیدی رو از در واقع تنش ایجاد نکنن باز نکنن در جامعه ولی همزمان طرح اولیاش خیلی سکولارتر و باستر بود بله. به طوری که حتی یک سالون تئاتر مثلا درست کرده بود بعد این شد نمازخونه برای اینکه بعدا دیدن که خب بالاخره یه جوری باید با این رمزن. روحانیت کنار بیان یا بر اضافه کردن درس دینی یا گذاشتن نماز در مدرسه همه اینها چیزهایی بود که به هیچ وجه در اون پروژه اولیه‌ای که او بحث میکرد با افراد وجود نداشت ولی در عمل تو برنامه درسی ناچار شد که یه گذشت‌های نشینی هایی بکنه برای اینکه این مدرسه بتونه به وجود بیاد و باز بشه من فکر می‌کنم در حقیقت به خودی خود سازش چیز بدی نیست برای اینکه بالاخره امیر کبیر نه پشتوانه افکار عمومی رو به اون صورت داشت و نه پشتش به دولت‌های خارجی گرم بود یا به نیروهای قدرتمند در داخل کشور ما نه طبقه متوسط در واقع ترقی خواه داشتیم نه یه جامعه روشنفکری بله. داشتیم یعنی اصلا گروه اول روشنفکرای بیرون از دولت ایران درست بعد از, از دوره امیر کبیر شکل میگیرن یعنی به تاریخ تولد همشون نگاه کنید می‌بینید که همشون در زمانی که امیر کبیر شروع کرده ده ساله بودن هشت ساله بودن یا 15 ساله بودن به همین درسته فکر میکنید حداقل در حیطه آموزشی امیر کبیر سعی کرد یک سازیشه بکنه با نیروهایی که ممکن بود عقیم بکنن این یه توجه کنید ببه. که فقط دارالفنون نبود دارالفنون یه چیز یک مؤسسه بود ولی به خاطر دارو کار ترجمه بله آوردن کتاب‌های بله جدید در واقع به وجود آوردن فرهنگ جدید یه جایی داشت یک مکانی داشت که اون از اونجا در حقیقت همه چیز شروع به گسترش آیه امینی امیر کبیر چقدر دین داره خودش برای اینکه این موضوع کنار آمدن با روحانیون از جمله در دار فنون اتاقی رو اختصاص دادن به نماز ما رو به اینجا میرسونه که امیر کبیر خودش مؤمن دیندار نمازگزار بود یا نبود یه جاهایی به نظر میاد در نامهاش به شخص شاه داره میگه که مشغول عبادته ولی من یه جایی خوندم که در سفری که به خارج داشتن نمیدونم سفر به عثمانیه یا به مسکو وقتی میبینه یکی از همراهان جوانش نماز میگذاره یا بیش از حد در کار عبادت هست به شکلی اون رو مسخره میکنه این ترتیب ب... چی میشه گفت در مورد دینداری امیرکویش به هر حال دینداری ها متفاوت بود دینداری یک دینداری سکولار هست یعنی آدمی است که وارد حوزه مدرن شده هنوز آدم مدرن به مفهوم کلاسیکی کلمه نیست یعنی میرزا ملکم خان نیست آدمی مثل آخانی کرمانی نیست ولی پا به حوزه مدرن گذاشته از چیزهای مدرن خوشش میاد یعنی فکر میکنه که ایران بهتر است پیش بره پیشرفت پیدا بکنه ساختار آموزشی نو پیدا بکنه آخوندها دخالت میکنند تو امور همین جلوگیری از بست و نزدیک شدن با آخوندهایی که میدونست اینها سالم هستند ولی نشانی از نا در نامه های او ما نشان بسیار اندکی از یک باور خرافی دینی میبینیم که مثلا در ایام آشورا و تاسورا و محرم و غیره به شاه توصیه کرده باشه شما تکی را بندازید کاری که بعدها تکی دولت را افتاد مال دوران امیر کبیر نیست هل. نشانی از این نمیبینیم و شاید, شاید بزرگترین بزرگترین کجروی امیر کبیر در این باش که دست تنها در چندین حوزه با دیگران در افتاد با گروه های درون دربار در افتاد با برخی از آخوندها ها در افتاد با اونهایی که فاسد بودند در افتاد با جنبش باب در افتاد با روس و انگلیس در افتاد با همه در افتاد و گاه با خود شاه در با خود شاه با خود شاه که اون رو با 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 سر با اینکه نامه ها بسیار چاپلوسانه نوشته شده ولی در این حال شاه رو سرزنش میکنه که آقا شما مهمی سنت کمه پادشاهی کن امور مملکت رو اداره کن بله به این ترتیب پیش از پایان برنامه میخوام خیلی کوتاه از هر سه از مهمانها بپرسم که دلایل سقوط امیر کبیر رو چی میدونن شما آقای اشراقی خیلی کوتاه در سقوط امیر دو پایه استبداد هر دو شراکتن مشترکن با همدیگه امیر رو زدن و مسئله که من یعنی دربار و روحانیت, و روحانیت. می‌خواستم ببین الان همین صحبتی هم که آقای پیوندی کردن که در حقیقت امیر کبیر هم موازه بود روحانیت به تریج قواش بر نخوره اسم دالفورن هم چجوری انتخاب بشه در حالی که اونی که مانع, مانع رشد اجتماعی بوده است روحانیته و زدن روحانیت میتونست کمک به در همه زمین ها بکنه که ما من... اسنادی داریم حاکی از اینکه در زدن به بغ... قول شما در زدن امیرکبیر روحانیون ارشد هم دست داشتن واقعا نه. من ندیدم چیزی ندیدم من روحانیت دسته ولی به هر پای قدرت رو تضعیف کرده دربار ولی دربار رو کردن طرفداری نداشت در جامعه که اگر به این مسئله برسیم ما که اگر جنبش بابی به تفکرات اجتماعی باب توجه میشد و تفکرات مذهبی کنار گذاشته میشد راه تجدد در ایران باز میشد کاری که ناپلئون کرد با جدای دین از دولت و اروپا راه رشد را گرفت درست در همون سال شیخ جعفر نجفی حکمت قفت الفی اجازه بدید ببینیم آقای پیوندی جوابشون به این سوال چه هست که من فکر که از اونجایی که امیر کبیر نگاهی که به قدرت داشت نگاه در واقع یک ام... کسی بود که خودش تحسین کننده یک فرد قوی فرهمند اقتدارگرا و تاثیرش در تغییرات اجتماعی بود در حقیقت فکر نمیکرد که نیروی اجتماعی تغییرات هم در به وجود آوردن تغییرات خیلی مهمن یعنی اینی که یک فرد همچنین ارائه داشته باشه برای یک جامعه مثل ایران خیلی مثبت بود ولی همزمان میباید که نیروی اجتماعی وجود داشته باشه که این اصلاحات را حمایت بکنه و بتونه در واقع نه تنها در اون زمان حامی اصلاحات باشه بلکه این اصلاحات تداوم پیدا بکنه و به قول آقای کاتوزیان ما جا جامعه در واقع کلنگی نداشته باشه بله و کوتاه خیلی کوتاه یه نامه ای هست فقط این رو اشاره کنم نامه ای هست از جانشین امیر کبیر به میرزا جعفر خان مشیر و دولی که اون موقع در استانبول بود کسی که سر عرض روم در اون نامه توضیح میده که چرا امیر خانه نشین شده هنوز امیر کشته نشده میگه این آدم دشمنی همه رو برانگیخته بود نان همه رو آجر کرده بود بله. و این نامه بیان این است که چرا او رو بله. بسیار خوب خیلی ممنونم بله. پیش از خداحافظی من فقط یکی دو جمله در یکی از آخرین نامه های امیر کبیر به رو بخونم در این نامه به ناسینشا امیر کبیر میگه این درد قلام را میکشد که مردم گویند اون نظم میرزا تقیخانی گذشت مردن را بر خود گواراتر از این حرف میداند تمام نگرانیش این بوده که اون نظم و نسقی که گذاشته بود پس از, کنار نهادنش بله بله, این وقتی که در فین کاشان هست به آخر برنامه این هفته می رسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و تشکر از مهمان های برنامه محمد امینی ایرج اشراقی و سعید پیوندی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید ببینید شب و روز بر همه شما خوش